مادری پیام فرستادن که نگران بچه هاشون هستن که معتاد ماهواره شدن. ای کاش برنامه خوب میدیدن، کاش برنامه شما عزیزان رو. نوشتن که ایشون که یک مادر هستن از بچه هاشون خجالت میکشن، همکاری که میکنن که نبینن نمیشود. ببینید خواهر گرامی، من در یکی از برنامه خدمتتون عرض کردم اینکه فرزندان در یک خانه معتاد میشن به ماهواره، به فیلم، به سریال، این نشان دهنده نقص در تربیت است. اگر فرزندان رو از وقتی که دست چپ و راستشون رو شناختن، حتی از کودکی با صدای قرآن، با ایمان تربیت بکنید، دیگه نیاز نیست که ماهواره رو ببندید یا که اونا رو مانع بشید. خود به خود خودشون نگاه نمی کنن. من توی خونه ای بود، دعوت بودیم، به بچه کوچیک تقریبا 5-6 سالش داشت شلوغ میکرد جلوی مهمونا، بهش گفت برو پسرم اون اتاق ماهواره نگاه کن. خب وقتی که کسی از 4-5 سالگی اینطوری بچهش رو تربیت بکنه، شما فکر میکنید در 15-16 سالگی میتونه جلوشو بگیره؟ در خانه دیگری وقتی که یکی از کانالها سرودی رو با موسیقی پخش میکرد، کودکی رو دیدم که دستاشو گذاشته بود تو گوشش. گفتم چرا این کارو کردی؟ خب یعنی در بعضی از کانالها سرودهای اسلامی با موسیقی متاسفانه به قول خودشون موسیقی اسلامی پخش میکنن. وقتی ازش پرسیدم چرا این کارو، گفت نمیدونی که موسیقی حرامه؟ خب اینو پدر و مادر اینطوری تربیتش کرده. شما وقتی که فرزندتون به سن 16 17 18 20 25 سالگی رسید، چطور میتونید جلوشو بگیرید در حالی که با فیلم، با سریال، با موسیقی بزرگش کردید؟ پدر و مادری که خودش فیلم و سریال نگاه میکنه میتونه فردا فرزندانش رو مانع بشه؟ و شما فکر میکنید این شرکت ها، این هالیوود و بالیوود و جیم تی وی و فارسیوان و اینا که این همه میلیارد ها خرج میکنن، دلشون برای شما سوخته که اوقات فراغ شما رو پر بکنن؟ نه، در پشت این کانال ها یهودی ها هستن، تبشیری های نصرانی مسیحی هستن، هدفشون به فساد کشاندن جوامع اسلامی است. اکثر این فیلم ها و سریال هایی که برای کشورهای اسلامی دوبله می کنن و پخش می کنن، در تلویزیون های خود اون کشورهای غربی و به اصطلاح ما کفری اجازه نمیدن که اینا رو پخش بکنن یا با سانسور پخش میکنن. در سینما ها اجازه نمیدن که پخش بشه این فیلم ها، اما همون فیلم ها رو میبینید که هنوز اونجا پخش نشده، در ایران دوبله میشه به فارسی پخش میشه. اینها هدف دارن، هدفشون ساختن نسلی است که اولا غیرت نداشته باشه. هر شوهری، هر پدری، هر برادری که همسرش، خواهرش، مادرش میشینن و به این فیلم های آمریکایی و هندی و اینا نگاه میکنن، صحنه های عشق و هوس و بوسه و همه مسائل جنسی رو انجام میدن جلوی دوربین، اینها در قبال خانوادهشون پیش الله سبحانه و تعالی مسئولن. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، هر کدوم شما مسئولی در مقابل زیر دستان خودتون. قو انفسکم و اهلیکم نارا، دور نگه دارید، بترسید برای خودتون و اهلتون از آتش جهنم. اون شوهری، اون پدری که همسرش، دختران جوانش میشینن این سریال ها رو نگاه میکنن، این پدر بی غیرت است. چطور غیرت و وجدان اسلامی رو بگذار انسانی تو قبول میکنه که همسرت، خواهرت بشینه اینا رو نگاه بکنه و از اون صحنه های جنسی و سکسی که هست در این فیلم ها لذت ببره؟ آیا تو غیرت داری؟ آیا در بیرون از خونه حاضر هستی که یک مرد نامحرم با همسرت این گونه برخورد بکنه که در اون فیلم ها یک دختر و یک پسر با هم دیگه برخورد میکنن؟
یکی از اهداف عمده این شبکه ها چیه؟ غیرت کشی. یعنی میخوان در جوامع ما اینکه دختر شما، همسر شما، نوامیس شما با یک نامحرم دست بدن، صحبت بکنن، بگن، بخندن، اینو یک امر عادی براتون جلوه بکنه. هدفشون اینه. البته از این مرحله گذشتن، از اینکه مثلا کسی دخترش با کسی روابط داشته باشه، از اینکه کسی خواهرش با کسی بیگانه‌ای روابط داشته باشه، از این مراحل گذشتن، الان رسیدن به اصل خانواده، اساس خانواده. میخوان خیلی عادی جلوه بدن که کسی همسرش با مردهای بیگانه ارتباط داشته باشه. این خیلی میخوان عادی جلوه بدن این مسئله رو برای خانواده ها. امروز جیم تی وی و فارسیان و خیلی از این شبکه‌ها دارن در این راستا کار میکنن. ما نمیگیم که حالا کار از کار گذشته، دیگه دست رو دست بگذارید، هرچه بادا باد. اما مانع شدن، درگیر شدن، اینم راه حل نیست. بلکه تربیت ایمانی، نصیحت کردن، فضایی رو بسازید در خانواده که جلوی این مسائل خود به خود گرفته بشه. پدری که فرزندانش رو جمع بکنه، اونا رو نصیحت بکنه، حلال و حرام رو بهشون بفهمانه، و اگر اشتباهی انجام دادن با حکمت، با موعظه حسنه به اونها بگه. نهال ایمان رو بکاریم در وجود فرزندانمون، خانواده هایمون. تشکر میکنم از این مادر دلسوز. الله سبحانه و تعالی فرزندان شما رو هدایت بده که دست از دیدن این فیلم ها و سریال ها بردارن.